صفحه زنده آخر هفته خوش آمدید. در حالی که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به مرز 1 میلیون نفر رسیده، بیشتر کشورها در تلاش برای برطرف کردن نیازهای اولیه بهداشتی و پزشکی برای بحران هستند. همزمان پیامدهای اقتصادی این اپیدمی بسیاری از رهبران جهان را نگران کرده. حدود 6.5 میلیون نفر در آمریکا برای حقوق بیکاری ثبت نام کردند، یک رکورد. در آلمان یک وزیر اقتصاد دولت محلی از ترس عواقب اقتصادی کرونا خودکشی کرده. قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود در نزدیک 2 دهه رسیده. بسیاری شغلشان را از دست دادند و بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان تعطیل ماندند. در بخش پایانی این برنامه قصد داریم به تبعات اقتصادی ویروس کرونا در جهان بپردازیم و با یک صاحب نظر در این باره صحبت خواهیم کرد. اما فعلا میزگردی داریم برای بررسی آنکه آیا ایران میتواند از شرایط پیش آمده به خاطر کرونا برای خود فرصتی بسازد تا تحریم‌ها یا اثر آنها را کمتر کند. خوش آمد میگم به دو مهمان برنامه. علی واعظ از واشنگتن با ما هستند. آقای واعظ از تحلیلگر مسائل سیاسی هستند و از گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن با ما هستند و همینطور فرهاد علوی از واشنگتن با ما هستند. آقای علوی تخصصشون در حقوق بین الملل هست. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای واعظ از شما شروع میکنم. آیا به نظر شما شرایطی که پیش آمده با توجه به اینکه ایران هفته هاست از طرف آقای ظریف و همینطور تیمی که به قولی معتدل تر هستند در روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران در تلاش هست که پرونده‌ای بسازه که این بحث تحریم رو به نوعی مرتبط بکنه با جنایت علیه بشریت و به شکلی بخواد از این فرصت ایجاد بکنه که تحریم ها را کمرنگ میکنه، به نظر شما شانسی دارند؟ گمان من بر این هست که در روزهای نخستین این بحران شاید یک چنین شانسی وجود داشت، برای اینکه شاید به یک فرمولی شبیه به فرمولی که در دوره آقای بوش و یا در دوره آقای اوباما مورد استفاده قرار گرفت ایران برسه، یعنی یک تعلیق موقت تحریم ها. اگر خاطرتون باشه در پس از زلزله بم دولت بوش برای یک دوره 90 روزه اجازه داد به سازمان‌های غیر دولتی که به کمک ایران بشتابند و در دوره آقای اوباما هم در سال 2012 بعد از یک زلزله دیگه دوباره همین اتفاق افتاد و اون دفعه دولت آقای اوباما اجازه داد برای 45 روز سازمان‌های غیر دولتی به ایران کمک بکنند تا سقف $300,000، یعنی با توجه به شرایطی و برای یک دوره موقت. در دوره آقای ترامپ با توجه به اینکه دولت ایشون حتی پیش از ورود کرونا به ایران بسیار امیدوار بود به اینکه فشار حداکثری داره دولت ایران رو به زانو در میاره و اقتصاد ایران رو به لب پرتگاه سقوط رسونده، من فکر میکنم که متأسفانه از ابتدای کار اینها کرونا رو هم به عنوان یک در واقع عاملی که تاثیر تحریم ها رو تشدید میکنه دیدند و بنابراین اصلا تمایلی نداشتن به اینکه حتی برای یک دوره کوتاه هم این تخفیف رو برای ایران قائل بشن. امروز که ایران در شرایط بهتری از لحاظ کنترل شیوع این بیماری در قرار گرفته و کمک‌های بشردوستانه هم از کشورهای دیگه و سازمان‌های بین‌المللی به ایران سرازیر شدن، من هیچ اشتهایی برای اینکه دولت ترامپ بخواد امروز این تحریم‌ها رو لغو کنه نمی‌بینم. آقای علوی نظر شما در این باره چی هست؟ این که ما طبیعتا میدونیم که دولت ترامپ از آغاز چنین علاقه ای نداشته، همواره تلاشش این بوده که تا جایی که میتونه فشار رو بر حکومت ایران بیشتر بکنه و اون رو به زانو در بیاره. اما آیا ممکن هست که تحت فشار نهادهای بین المللی دولت ترامپ تغییری در عمل کردش بده؟ میدونیم که سازمان ملل هم خواهان برداشته شدن تحریم ها شده. چند تا نکته. اول که ببینید وقتی ما صحبت از تحریم میکنیم، یه ساختاری است که در 41 سال اخیر در واقع به وجود اومده و یه شبکه‌ای است که همینجوری هم خیلی ابعاد داره و ما نمیتونیم به هر همینجوری بگیم که بیان تحریم معلق کنن. اصلا همچین چیزی معنی نداره، چون یه بخشی از این تحریم‌ها نیاز به اجازه کنگره دارن و رضایت کنگره، یه سریش هم در اختیار رئیس جمهوره. ولی من دوباره اشاره می‌کنم به حرف آقای واعظ که گفتن که در دوران آقای بوش، در دوران اتفاق بسیار حوادث بم، زلزله بم،
تحریم‌ها رو معلق کردن، خیلی از اون چیزایی که اونا اون موقع معلق کردن الان دیگه مکتوبن تو قانون، در واقع یعنی اون اجازه ها الان موجود هست که اون زمان نبود. ایشون اشاره دادن به اجازه 300 هزار دلار، الان قانون هست که به طور عمومی تمام سازمان‌های NGO سازمان‌های غیر انتفاعی در طی 12 ماه میتونن تا 500 هزار دلار به ایران اهدا کنن هر کدومشون. خیلی از اون اجازه های فروش دارو و مواد غذایی و تجهیزات پزشکی که اون موقع احتیاج به اجازه دولت داشت رو تا آمریکا و ساز در وزارت دارایی الان به طور راحت میتونن، خیلی تعریف شده و روشن تو قانون، هر کی قانون رو بخونه خیلی میتونه راحت اینو متوجه بشه. همین که به نظر من یه سری این بحثا، من واقعا نمیدونم هدف اصلی چیه، که آیا واقعا میخوان تمام نظام تحریم ایران رو بردارن که ایران بتونه نفت بفروشه یا شرکت کشتیرانی ایرانی بتونن فعال باشن. ولی اگه بخوایم واقعا نگاه کنیم به خود موضوع مسئله کرونا و مسائل انسان دوستانه، باید ببینیم که دولت آمریکا، هر دولتی از آقای کلینتون به بعد، من جمله در دولت ترامپ، در واقع تفکیک کرده ملت ایران و دولت جمهوری اسلامی. به این ترتیب این معافیت‌های تو قانون هستش واسه فعالیت اقتصادی شرکت‌های آمریکایی نیست، واسه مسائل انسان دوستانه است که به تدریج حتی در دوران آقای ترامپ ادامه داره. بله. علوی، بحث عمده‌ای که مطرح هست این هستش که ایران از آغاز گفته که این تحریم رو نمیشه فقط اسم تحریم روش گذاشت، این یک جنگ اقتصادی هست علیه تهران. میدونیم که به هر حال وضعیت کرونا یک وضعیت غیر معمول هست، سابقه نداره، بسیاری از کشورها شرایط خیلی ویژه‌ای رو دارن تجربه میکنن. آیا ایران میتونه با توجه به این موقعیت پیش آمده تلاش بکنه که در واقع با وارد کردن سازمان‌های بین‌المللی، با وارد کردن شرکایی که در جهان داره مثل روسیه، مثل ونزوئلا که اونها هم تحریم هستند، تغییری در قوانین بین‌الملل در این زمینه بده؟ نظر شما چیه؟ من چند نکته عرض کنم. یکیش اینه که این دولت‌ها دولت‌های خیلی معتبری در صحنه جهانی نیستن، کما اینکه فکر کنم نفوذشون خیلی محدود باشه. ولی مهم اینجاست که دو تا فاکتور هست الان در حال حاضر که علیه دولت ایران عمل می‌کنن. یکیش حقایق قانونه که خیلی در فضای مجازی و در صحنه بسیار سیاسی میان یه نظراتی میدن، ولی واقعا غیر کارشناسی نیستش دیدگاه‌ها. قانون که موجود هست همونطور که عرض کردم، و دوم اینکه حقایق خود ایرانه. وقتی ما داستانایی که می‌بینیم از فسادی که در ایران اتفاق می‌افته و مشکلایی که به صورت وجود میاد و حتی نظرات خود ماموران حکومت که میگن که هیچ مشکلی در دارو و غیره نیستش، خب این دوتا فکت، این دوتا فاکتور در واقع خیلی به صورت موقعیت حکومت ایران رو رسوا می‌کنه و در واقع اعتبارش در این بحث به خصوص خیلی کم رنگ می‌کنه. بله، اشارش حالا من به این بحث برمیگردم، چون اتفاقا در ادامه برنامه ما بحثی که خواهیم داشت در به همین موضوع برمیگرد که آیا واقعا فقط بحث تحریم دارو مطرح است یا بحث بعد از در واقع کرونا و تاثیرات اقتصادی کرونا مطرح است. به این برمیگردیم. آقای وایز، میخوام نظرتون رو در مورد صحبت‌های آقای علوی بدونم و همینطور از این نظر که فکر میکنید شما چقدر میشه وزن میدید به دستگاه دیپلماتیک ایران که بتونه در واقع کاری بکنه در این زمینه در شرایط فعلی. ببینید، اجازه من چند تا نکته رو مطرح بکنم. یکی اینکه ممکن هست در قوانین آمریکا استثناهای قائل شده باشند برای تجارت بشردوستانه و یا همچنین سختی که آقای علوی فرمودن در مورد کمک‌های سازمان‌های غیر انتفاعی به ایران. اما در واقعیت این هست که در دو سال گذشته با این کمپین فشار حداکثری به قدری دولت ترامپ هراس افکنی کرده که واقعا حتی در مواردی که از لحاظ قانونی میشه این چنین تجارتی رو انجام داد، بانک‌ها و شرکت‌های مختلف خواستار این نیستن که وارد معاملات با ایران بشن. و این شما لازم است به گفته های من توجه بکنید، شما میتونید به گزارش های سازمان های مثل دیدبان حقوق بشر، Human Rights Watch، یا سازمان های غیر انتفاعی که امروز در ایران در حال فعالیت هستن مثل Relief International یا سازمان ملل یا سازمان های دیگه مراجعه بکنید و میبینید که این یک واقعیت است. البته در باید این رو هم در نظر گرفت که از لحاظ سیاسی ممکن هست مقامات ایران در بسیاری از موارد صحبت این رو بکنن که بر کار سوار هستند و یا اینکه کمبودهای عمده‌ای رو ندارند. اما من فکر می‌کنم اگه به وضعیت قبل از کرونا هم در ایران نگاه بکنید، مشخص بود که تحریم‌ها به هر حال تأثیر سویی بر دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی داشتن و امروز در این شرایط بحرانی بدون شک وضعیت رو بدتر کردن.
اگه شما به کشورهای مثل کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا نگاه کنید که اینها گرفتار نه تحریم هستن نه وضعیت اقتصادی که ایران به خاطر تحریم ها و سوء مدیریت و فساد دوچارش هست نگاه بکنید، به هر حال ایران داره با کرونا در شرایطی می‌جنگه که مثلا اینکه یک دستش رو از پشت بستن و این به نظر من نمیشه واقعا منکر این واقعیت شد. اما اون دو عبارتی که شما به کار بردید آقای واعظ، مسئله هست که خیلی هایی که مخالف این هستند که ایران در مورد تحریم ها داره راست میگه، میگن ایران داره در واقع از این فرصت استفاده میکنه که به نوعی مظلوم نمایی بکنه. همه میدونیم که به هر حال مسئله دارو و تجهیزات پزشکی مسئله جهانی هست و همونطور که شما گفتین ایران هم به هر حال از قبل مسئله رو داشته و الان حتما این مسئله بغرنج تر شده. اما واقعا تا چه حد میشه این رو به تحریم نسبت داد؟ چقدر میشه به مدیریت در داخل ایران، مدیریت در واقع بحران نسبت داد؟ ببینید، من فکر کنم یه مقداری از این بحث ها از این لحاظ نامربوط هستن که این یک فضای خاکستری میان این دو موضوعی است که شما بهشون اشاره کردید. یعنی نه فقط میتوان گفت تحریم مسئول این وضعیت هست و نه فقط میتوان گفت سوء مدیریت و فساد هست، ترکیبی است از تمام اینها. ولی همونطور که گفتم در کشورهای دیگه هم شما میبینید سوء مدیریت. در همین آمریکا دولت ترامپ مورد انتقادهای بسیار زیادی قرار گرفته در مورد مدیریت این بحران. اما خب گرفتاری اضافه تحریم و عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی رو نداره. ببینید، من با مقامات سوئیسی صحبت می‌کردم، به عنوان مثال این کانالی رو که با اجازه خود آمریکا سوئیس برقرار کرده برای مبادلات تجاری با ایران آماده است. مشکل این هست که بعد از اینکه آمریکا بانک مرکزی ایران رو مورد تحریم به خاطر حمایت از تروریسم قرار داده، اون ذخایری که ایران در کشورهایی که بهشون نفت می‌فروخت داشت، مثلا ژاپن یا هند یا کره جنوبی، اینها رو دیگه حتی نمیشه ازشون به راحتی استفاده کرد برای تجارت بشردوستانه. و برای این مسائل راه حل وجود داره و رئیس جمهور آمریکا در تمام قوانینی که آقای علوی هم بهشون اشاره کردن از این اختیار عمل برخوردار هست که برای یک مدت کوتاه بدون اینکه بانک‌ها و یا شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی نگرانی داشته باشند، برای 30 روز، برای 60 روز بهشون اعلام بکنه که با هر معامله‌ای که با ایران وارد بشن برای اقلام بشردوستانه، اینها مورد توبیخ قرار نخواهند گرفت. چرا این کارو نمی‌کنه دولت آقایتون؟ حتی از لحاظ قانونی دیوان بین‌المللی دادگستری حکم ابتدایی داده که دولت آمریکا باید تحریم‌هاش رو در مورد ایران به تعلیق در بیاره، برای اینکه تاثیر سو میذاره بر وضعیت تجارت مربوط به اقلام بشردوستانه. علت اینکه این کار رو نمی‌کنن این هست که از ابتدای کار هم دولت آمریکا به دنبال این بود که با ایجاد نارضایتی عمومی در ایران دولت ایران رو به زانو در بیاره و یا باعث تغییر رژیم بشه و یا اینکه ایران رو به سر میز مذاکره بکشونه و ایران رو به تسلیم واداره. و فکر میکنم واقعا این همچنان هم انگیزه اصلی دنبال سیاست آقای ترامپ هست. می‌ذارید ببینیم آقای علوی نظرش در این زمینه چی است، به خصوص که به هر حال الان شرایط ویژه‌ای هست. بسیاری از مردم در سراسر دنیا با این مشکل روبرو هستن. بسیاری از مردم در اسپانیا دارن اعتراض می‌کنن به روشی که دولتشون در پیش گرفته به خاطر نرسوندن به موقع تجهیزات پزشکی، یا مثلا در بسیاری از دیگر کشورها هم این چیزها رو می‌شنویم. واقعا چقدر دولت ایران می‌تونه از این فرصت بهره بگیره و چقدر دولت آمریکا ممکن هست که یه مقدار روی قضیه تجدید نظر بکنه؟ بله، آقای واعظ اشاره دارم به موضوع سوی مدیریت که منم قبول دارم تو خیلی از ممالک حتی در آمریکا این موضوع بوده و در واقع می‌دونید با توجه به اینکه این دارو این به اصطلاح این مرض به اصطلاح کرونا داروی خاصی نداره، در واقع موضوع بیشتر چیه؟ تجهیزاتی که در حال سپورت واسه این قضیه که ایران در خیلی از اینا خودکفاس، یک در حدی که حتی ماسک و دستکش هم صادر هم کرده به چین و ترکیه و حرف از کمک به ونزوئلا بود. دوم، این نکته که بانک مرکزی الان در 27 فوریه دولت آمریکا یه چیزی به نام جنرال لایسنس 8 یه اجازه عمومی صادر کرد که فروشای بشردوستانه به ایران واسه همین تجهیزات پزشکی و دارو در واقع که بانک مرکزی هم در کار باشه دیگه آزاده و در واقع هر شخصی هر شرکتی که بخواد صادر کنه میتونه اجازه درخواست بده که این پولای به اصطلاح مسدود شده رو آزاد کنند. این در واقع من در تجربه خودم با نزدیک 15 سال تجربه در این زمینه تحریم، ما هیچ وقت مسئله پرداخت به اون صورت مشکل نبوده. درسته خیلی سخت‌تره که ایران بتونه جنس بخره تا مثلا شاید این سوئیس یا ژاپن یا آلمان،
این شکی بر اون نیست. ولی مشکلی که ما مشخصا میبینیم در تمام این دته این همه سال در واقع مشکل خود داخلی قوانین خود ایران بوده، فساد بوده در خود مورد ترخیص این مواد دارو و غیره و غیره. به این ترتیب حالا شما میگین فرصت، من میبینم که اگه شما این موضوع سوال رو مطرح کنید چه فرصتی، چه قانونی باید معلق بشه، چه چیزی باید وسعت بشه بشه. من خودم در نظرم چند تا چیز هست که شاید این سازمان‌های غیر انتفاعی بهشون یه کمی اجازه های بیشتری بتونن بدن. خب بله قطعا میتونه کمک کنه، ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی پیرو و دنبال کمک به اصطلاح امدادی اونجوری نیست، بلکه دنبال نقده، که خب بله در اون مورد خب این موضوع خیلی سیاسی تر میشه. در قضیه همین سر قضیه نقده، چون خیلی ها میگن اگه جمهوری اسلامی راست میگه همین کمک هایی که داره بهش میرسه باید کفایت بکنه برای وضعیت فعلی و قضیه کرونا. اما حالا ما میگم در ادامه برنامه قرار هست با یک کارشناس مسائل اقتصادی صحبت بکنیم، که من دیشب که با ایشون داشتم صحبت میکردم برای بحث امروز، چیزی که مطرح میکردن نکته بسیار جالبی هست، اینکه مسئله اقتصادی که اغلب کشور، یعنی همه کشورهای جهان در شرایط بعد از کرونا، پسا کرونا در واقع باهاش مواجه هستن، در واقع به ایران میگه حق داره، اون کارشناس میگه ایران حق داره که از الان به فکر این باشه که بخواد پول بیاره در حساب‌های خودش، پول تزریق بکنه به اقتصاد خودش، برای اینکه بعد از کرونا اقتصاد جهانی با یک در واقع وضعیت بسیار بغرنجی روبروست. آقای علوی فکر نمی‌کنید که به هر حال فقط الان قضیه میشه گفت که این فاز اول هست، اگه برسیم به فازهای بعدی که در واقع فاز ترمیم اقتصادی هست، ایران حق داره که از الان به فکر پول باشه؟ به نظر من هر دولتی که در واقع منافع مردم روش ارزش داشته باشه باید این فکر رو بکنه طبیعتاً. ولی موضوع اینجاست که این ناکارآمدها و این سیاست‌ها ما رو برسونده به اینجا، در مورد ایران دارم صحبت می‌کنم. و به نظر من این بحث کرونا و مثلا معلق کردن تحریم واسه 90 روز یا 180 روز هرچی، اینا دردای مثلا بنیادی اقتصاد ایران رو حل نمی‌کنه. و به نظر من بحث خیلی از این بسیطره که ما بخوایم راجع به تحریم‌های تک و توک دولت آمریکا صحبت کنیم. این موضوع بسیار سیاسیه و تا اونجایی که حکومت میخواد این استکاک با آمریکا موجود بمونه، کمایی که در دوران آقای اوباما هم نخواستن با دولت اوباما مذاکره کنن سر مسائل دیگر به جز برنامه هسته‌ای، خب این وضع موجود میمانه. ولی این گفتم بحث خیلی بزرگتره تا مشکل فوری امروزی که همین موضوع استراب مدیریت و دارو و تجهیزات پزشکی. آقای واعظ نظر شما در این باره چه؟ چون همونطور که آقای علوی هم اشاره کردن، اتفاقا ظرف همین چند روز اخیر باز هم می‌بینیم که دولت ایران و دولت آمریکا در عراق دارن برای هم شاخشون نمی‌کشن. بله ببینید، بحث انسان دوستانش از بحث سیاسیش جداست. بحث سیاسیش این هست که به هر حال هر دولتی در شرایط فعلی با توجه به تاثیر اقتصادی این بیماری به دنبال این خواهد بود که اقتصادش رو تثبیت بکنه و از افزایش نارضایتی عمومی جلوگیری بکنه، و این کار فقط با تزریق پول به اقتصاد صورت میگیره، همونطور که بسیاری از کشورهای دنیا این کار رو انجام دادن. و به نظر من نباید انتظاری غیر از این از دولت ایران هم داشت. آمریکا حرفش این است که اگر ایران به پول دسترسی پیدا کنه، این رو صرف سیاست‌های منطقه‌ایش خواهد کرد. اتفاقا به گمان من از لحاظ سیاسی اگر دولت ترامپ به دنبال این بود که مشروعیت نظام در ایران رو کم بکنه، به جای اینکه سر راه این موضوع قرار بگیره، اجازه میداد به عنوان مثال که دولت ایران از IMF یا یک جای دیگه، صندوق بین المللی پول، به عنوان مثال پولی رو دریافت بکنه، این رو خرج مردم ایران نکنه. من مطمئنم در ایران شورش باز از کجا مردم میتونستن بفهمن؟ سالها ایران به بازوهای مقاومت خودش در منطقه پول رسوندش، تا زمانی که مثلا یکی مثل حسن نصرالله نیامد و خیلی علنی این رو نگفت، همیشه با شک و شبهه روبرو بود. دقیقاً نکته اینجاست. ببینید سیاست منطقه‌ای که ایران در این سالها دنبال کرده سیاستی است کم هزینه. یعنی خود دولت ترامپ که در مورد همه چیز ایران اغراق میکنه، میگه که ایران به حزب الله سالانه 700 میلیون دلار پرداخت میکنه. خب برای کشوری که به هر حال در شرایط بد اقتصادی هم بالاتر از 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت و حزب الله رو به عنوان نیروی دفاعی اصلیش میبینه، همونطور که آمریکا به پنتاگون به عنوان نیروی دفاعی اصلیش نگاه میکنه، این پول واقعا پول زیادی نیست. و ایران نشون داده که در تمام شرایط اقتصادی دشوار یا حتی زمانی که نفت
درآمد نفتش بیشتر از 100 میلیارد دلار بود، فرقی نداره. این سیاست رو دنبال خواهد کرد برای اینکه امنیت خودش رو در اقتضای اون میبینه. میتونیم موافقش باشیم یا مخالفش باشیم، ولی من دارم میگم یک سابقه عملکرد هست در 41 سال گذشته که میشه بهش نگاه کرد و من معتقدم در بدترین شرایط اقتصادی هم ایران همچنان این سیاست رو دنبال خواهد کرد. حالا اون طرف این قضیه این هست که آیا ما باید یک 85 میلیون مردم رو مورد مجازات عمومی قرار بدیم به امید اینکه این پول ناچیزی که ایران میده به گروه‌های مورد حمایتش در منطقه رو قطع کنه؟ به گمان من این واقعا یک توهمی بیشتر نیست. آقای واعظ راه حلش این هست که سال هاست آقای واعظ کسانی مثل شما و خیلی ها من هر هفته با تعداد زیادی افراد مصاحبه میکنم که همین رو میگن که این درست نیست که یک 85 میلیون مردم به خاطر رفتار یک حکومتی تنبیه بشن. این رو حتما دولت آمریکا هم میدونه. در شرایط فعلی که شرایط کرونا هست و بسیاری از ما، همه ما ها که اینجا داریم صحبت میکنیم، بسیاری از ما که خارج از ایران هستیم، نگران وضع خانواده های خودمون هستیم که آیا در موقعی که خدای نکرده این اتفاق بیفته و درگیر مسئله بشن، آیا دارو به اندازه کافی دارن، آیا امکانات به اندازه کافی دارن یا نه. این حتما به دولت آمریکا هم رسیده، حتما اون هم مشاورانی داره، حتما میدونه که نظر مردم ایران در این زمینه چیه. فکر کنید چرا تغییر رویه نمیده؟ به علت اینکه امیدوار هستن با اینکه با این اهرم اقتصادی میتونن ایران رو به تسلیم وادار بکنن، همونطور که تندروها در ایران هم فکر میکنن با افزایش تنش‌های منطقه‌ای میتونن آمریکا رو به تسلیم وادار بکنن و هر دو طرف دائما بر این گمان هستن که مقدار بیشتری تحریم یا مقدار بیشتری حمله به نیروهای آمریکایی در عراق یا در جاهای دیگه طرف مقابل رو به تسلیم وادار خواهد کرد. تا زمانی که دو طرف به این نتیجه نرسیدن که هر دو به هر حال یک مقداری نگرانی‌های امنیتی مشروع دارن، یعنی بالاخره ایرانی که در تحریم تسلیحاتی بوده در تمام این سال‌ها، حالا آمریکا به دنبال این هست که موشک‌ها و نیروهای منطقه‌ای هم که مورد حمایت ایران هستن رو ازش بگیره، خب این مساوی است با تسلیم، اتفاق نخواهد افتاد. و بنابراین من صحبتم بر این هست که ببینید الان مثلا در شرایط فعلی کاملا زمینه وجود داره برای یک توافق محدود انسان دوستانه که اگر اجازه بدید میتونم بیان کنم که در واقع در این شرایط با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول به هر حال وامی رو که ایران ازش تقاضا کرده برش نظارت خواهد کرد، یعنی به این صورت نخواهد بود که ایران بتونه با وام صندوق هر کاری که دلش میخواد بکنه و این در شرایطی میتونه واقعا کمک باشه برای ایران. این پول رو میشه داد به کانال سوئیس برای اینکه صرفا مربوط به کمک‌های انسان دوستانه و کالاهای بهداشتی و دارویی بشه و در مقابلش ایران میتونه زندانی‌های آمریکایی رو آزاد بکنه و یا از تنش‌های منطقه‌ای کاهش بده و این برای هر دو طرف در کوتاه‌مدت که البته نشانی از اون نمی‌بینیم که تنش‌های منطقه‌ای کمتر شده باشه. آیه علوی، نظر شما در این باره چیه؟ به خصوص که به هر حال بحث وقتی به اینجا میرسه می‌بینیم که ایران داره سعی می‌کنه کانال‌های اروپایی رو هم فعال بکنه، مثلا این سکس. حالا ما نمی‌دونیم این مبادله‌ای که صحبتش هست چقدر بوده، ولی ظاهراً برای اولین بار مبادله‌ای از طریق این سکس انجام شده و یک سری همین دارو و تجهیزات پزشکی به ایران ارسال شده. چقدر اروپا میتونه در واقع در شرایط فعلی کمی تحریم ها رو نرم تر بکنه برای ایران؟ ببینید موضوع تحریم ها در واقع برای شما گفتین موضوع این سکس از همین کانال آمریکا که از طریق سوئیس هم انجام شده اینا هستش. وقتی که شفافیت باشه و طرفین حاضر باشن طبق این عرف و این چارچوب قوانین عمل کنن، خیلی کارا انجام شدنی هستش. کمایی که ما میبینیم هنوزم که هنوز دارو داره از اروپا میره به ایران و از آمریکا هم داره میره به ایران. نکته اینجاست که ببینید، ولی یه نکته این وسط هست که اونم بانک های کشورهای ثالثه که من به طور مکرر تو تلویزیون این بحثا عنوان کردم که بله اینا هم یه مثلا یه قسمت بزرگی هستن، یه نقش بزرگی دارن که در حال حاضر موضوع دیگه فقط تحریم آمریکا نیست، اینا خود بانک‌ها و نظام بانکی و مالی ایران رو به عنوان یه ویروس می‌بینن که نمی‌خوان این پول‌های آلوده ایران وارد بانک‌های ایرانی وارد بانک‌های خودشون بشه، از ترس اینکه حالا نه تنها آمریکا بخواد مجازاتشون کنه، بلکه سازمان‌های بین‌المللی مثل FATF یا حتی اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه، بلکه همه ممالک به اصطلاح کشورهای توسعه یافته دارن این موضوع روال تحریم رو دارن
تی آمریکا دارن ادامه میدن، یعنی شما درست اشارتون خوش به کانال های نرمال انتقال پول هست دیگه، ولی ولی چطور میشه ببخشید اگر که کانال های دیگری ایجاد بشه؟ ببینید اینا شما الان دیدید اینستکس الان خیلی وقت صحبت شده، تازه اولین معامله انجام شده، ولی موضوع اینجاست که تا زمانی که بانک های ایرانی به استانداردهای بین‌المللی ملحق نشن، حتی اگه دولت آقای ترامپ هم بیاد مثل چراغ کلید هم بخواد این تحریم ها رو برداره که نمیتونه، باز بانک ها حاضر نیستن این معامله رو انجام بدن. چرا؟ چون بانک های ایرانی فرش قرمز رو مثلا امثال تروریست ها امثال هم سپاه اینا میچینه، یعنی در واقع هیچ کارشون طبق استاندارد نیست. تا زمانی که این موضوع حل نشه، حتی یه توافق سیاسی بین آمریکا و ایران هم باشه، به نظرم بعید میدونم. یعنی در واقع چالش ها چندین ابعاد داره که با موضوع حل و فصل و توافق و آزاد کردن یکی دو تا آمریکایی به نظر من بعید میدونم که بخواد حل بشه. اینا همشون شاید به قول معروف بندید سلوشن، یعنی خیلی چاره های خیلی کوتاه مدتن که در طول این مدت جواب نخواهند. آیه باعث آیه علوی میگن اینها جواب نمیده. ببینید من نمیگم این همه مسائل ایران و آمریکا رو حل خواهد کرد، ولی صحبت بر این هست که بالاخره باید با یک گام کوچک یک مسیر طولانی رو آغاز کرد و شاید در این بحرانی که کرونا ایجاد کرده فرصتی باشه برای یک معامله بشردوستانه که به نفع دو طرف باشه. صحبت این هست، وگرنه بله خب اگه شما بخواید راهکار بدید الان به مقام های ایران اگه دارن مثلا این برنامه رو میبینن که چه کارهایی باید بکنن که مثلا مقام های آمریکایی رو راضی بکنن که در این شرایط ویژه اونها هم از خر شیطون بیان پایین، اگه مثلا یک دو سه بخواید بهشون بگین چه کارهایی باید بکنن، چه کار باید بکنن؟ ببینید همونطور که گفتم من فکر میکنم که الان واقعا دو طرف دارن اصرار میکنن بر مسیر اشتباهی که برش هستن و این فقط منجر خواهد شد که دوباره به لب پرتگاه جنگ برسن. اما در این شرایط این امکان وجود داره که اگر ایران که تا به حال چند زندانی دو تابعیتی رو آزاد کرده، اگر زندانی های آمریکایی رو هم آزاد بکنه، این برای آقای ترامپ در شرایط انتخاباتی یک پیروزی محسوب خواهد شد و در ازاش اینشون هم میتونه دست به یک اقدام بشردوستانه بزنه و به صورت کاتگوریکال اعلام بکنه که هر معامله‌ای که با هر بانک و هر شرکت ایرانی در مورد معاملات بشردوستانه در عرض 30 روز یا 45 روز یا 50 روز یا 60 روز آینده صورت بگیره مشمول تحریم‌های آمریکا نخواهد شد. گام بعد میتونه این باشه که اون وقت ما برگردیم به یک فرمولی شبیه فرمولی که آقای مکرون داشت دنبال میکرد که در واقع یک آتش‌بس هست، یعنی ایران از تحرکات هسته‌ای و منطقه‌ایش دست برداره و در ازای اون آمریکا هم برخی از تحریم‌ها رو به عقب برگردونه و به تدریج پیش بریم به سمت بازگشت به میز دیپلماسی و یک راه حل برد برد. وگرنه اگر هر طرف به دنبال تسلیم کردن طرف مقابل باشه، ببینید من موافق هستم که ایران در شرایط فعلی داره سعی میکنه از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه به دنبال مشروعیت زدایی از تحریم های آمریکا باشه. اما خب ببینید از دبیرکل سازمان ملل تا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تا نخست وزیر پاکستان تا رئیس جمهور عراق همه صحبت کردن و تحریم‌های آمریکا هم تحریم‌های یک جانبه هستن، تحریم‌های بین‌المللی مشروع که نیستن که. بله ولی مشکل عمده بله ولی مشکل عمده آقای وایز می‌دونید این هستش که دولت‌های اروپایی مدت‌هاست گفتن که اونها پای برجام ایستادن و گفتن که قصد دارن که کماکان از ایران حمایت بکنن در این زمینه، اما مسئله این است که اونها نمی‌تونن شرکت‌های اروپایی رو مجبور بکنن که با ایران کار بکنه. بنابراین باید یک کانال‌های دیگه‌ای باز بشه، باید یک امکانات دیگه‌ای فراهم باشه. آیه علوی اولا میخوام نظرتون راجع به صحبت آقای وایز بدونم و اینکه به نظر شما چقدر میشه وزن داد به کشورهای اروپایی در این زمینه؟ به هر حال اینها در اروپا هم طرفدار برجام بودن هم دایه حقوق بشر دارند کشورهای اروپایی همواره. ببینید اینا شعار میدن و حرفای میزنن واسه به صورت خورد سیاسی و افکار عمومی، منتها حقیقتش اینه که این تحریم‌های آمریکا در واقع ایران رو در واقع اروپا رو گذاشته در یه جای موقعیتی که بعد یا بین اقتصاد آمریکا که در واقع یعنی اقتصاد جهان بعد بتونه معامله کنه یا با ایران که طبعا آمریکا رو انتخاب خواهد کرد. خود این کشورها هم تحریم‌های خودشون هم دارن، اتحادیه اروپا داره، ژاپن داره و غیره، که انواع اشخاص ایرانی روی لیست هستن. ولی من از اشاره که آقای واعظ کردن در مورد اینکه هر تحریمی بخواد آزاد بشه، ما باید ببینیم که در این واقعا حرف غیر عملیه. شما در تو سیستم بانکی آشنایی داشته باشی، آشنایی با سیستم قانونی، ببینید که حتی در کشورهایی که تحریم نیستن موضوع جلع مدارک مثلا اکسپورت داکیومنت مانند بارنامه اعتبارنامه و اینا خیلی چیز شایعیه و حتی کشورهایی که تحریم نیستن دارن با این مبارزه میکنن.
من فکر کنم با توجه به سابقه پولشویی و این مسائل و کارهای بسیار سیاه حکومت ایران بعید میدونم که بخوان همچین نسخه بتونن بپیچن و دوم اینکه بانک ها آماده باشن که همچین معاملاتی رو پروسس بکنن. برای اینکه ببینید بس فقط بحث وزارت دارایی آمریکا که نیستش، که چندین نهاد بین‌المللی و آمریکایی هستن که روی این موضوعات نظارت دارن و به صورت حاکمیت دارن، چیز به صورت قابلیت دارن. خب در نتیجه آقای علوی، اگر الان نه کی، اگر الان و در این شرایط حکومت ایران نتونه سر قضیه تحریم ها به نوعی استفاده بکنه و شرایط رو برای خودش کمی آسون تر بکنه، اصلا به نظر شما هیچ چشم‌اندازی برای این داره؟ من در حال حاضر با توجه به مثلا سیاست های دولت ایران در حال در طی این 44 دهه بعید میدونم. من که ببینید ایران در حال حاضر میخواد هم با تمام دنیا بتونه تجارت بکنه، در این حال هم میخواد بخش خصوصی خودش رو ضعیف نگه داره، تحت سلطه قرار نگه داره، که خودتون میدونید تو هر اقتصاد الان در این شرایط بخش خصوصی که داره کمک میکنه، این سپورت میده دو، و میخواد استکاک هم با آمریکا باقی بماند. همین که اگه این روال ادامه بده من واقعا بعید میدونم راهکاری باشه واسه حل این موضوع. آقای باز نظر شما چی؟ ببین من فکر میکنم اصولا تحلیلی که تمام تقصیر رو برگردن یک سمت این منازعه میندازه تحلیل اشتباهی است، و واقعیت این هست که ببینید به هر حال دولت ژاپن، دولت سوئیس، دولت های دیگه‌ای که به ایران کمک کردن در این مدت، اینها حتما با چراغ سبز آمریکا این کار رو انجام دادن و حتما بانکایی بودن که حاضر شدن این کار رو انجام بدن، و بنابراین صحبت من این است که اگر اراده سیاسی در آمریکا وجود داشته باشه برای اینکه یک تخفیفی برای ایران در این شرایط قائل بشه به عنوان یک گامی که اعتماد ساز هست، یک گامی که تنش زدایی میکنه و یک گامی که میتونه دو طرف رو به سمت گفتگوهای سازنده برگردونه، این واقعا یک فرصتی است که باید ازش استفاده کرد. ممکن است در عمل همینطور که آقای علوی میگن شاید اونقدر موثر نباشه، به هر حال اینستکس یا کانال سوئیس اینها چند درصد چند میلیون دلار به مبادله پرداختن، نیاز ایران در سطح چند میلیارد دلار هست، ولی به هر حال این اقدامات از این فضا شاید میشد استفاده کرد برای اینکه یک مقداری در مسیر بهتر و سازنده تری حرکت کرد. ولی همونطور که گفتم به علت اینکه دولت ترامپ به دنبال خواسته های حد اکثری است و به دنبال و کرونا رو فرصتی میبینه برای به زانو در آوردن ایران، به گمان من از این فرصت استفاده نخواهد. شما در واشنگتن هستید و به تبع شغلتون هم خیلی از نزدیک تمام تحولات مربوط به ایران رو دنبال میکنید. آیا اصلا هیچ گروهی، هیچ فردی، هیچ کسی در واشنگتن، در کاخ سفید یا در کنگره هست که دنبال مسئله حقوق بشری به نفع ایران باشه؟ بله هستن. ببینید در کنگره به هر حال بیش از 30 نماینده کنگره نامه نوشتن به دولت ترامپ و ازشون خواستن که تحریم ها رو تعلیق بکنن در شرایط فعلی. آقای بایدن که پیشرو انتخابات در حزب دموکرات هست، ایشون همچنین خواستار این موضوع بودن، آقای سندرز خواستار این موضوع بودن و بسیاری از مقامات گذشته آمریکا هم این فشار رو آوردن. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز در آمریکا هستی اصلی تصمیم گیری در مورد مسائل ایران به دست وزیر خارجه آقای پامپئو هست و ایشون فردی هستند که در مورد ایران به صورت ایدئولوژیک میاندیشند و بنابراین در شرایط فعلی احساس میکنند که کرونا تونسته موفق بشه در جایی که تحریم‌های آمریکا موفق نبودند، یعنی بستن مرزهای ایران با کشورهای همسایه، کاهش میزان صادرات نفت ایران به چین، و بنابراین در اینها یک امید تازه‌ای ایجاد شده که ایران به زانو در خواهد اومد و در این شرایط نباید به جمهوری اسلامی کمک کرد. و متاسفانه بین مردم ایران و دولت ایران در چنین شرایطی واقعا چندان نمیشه تمایز قائل شد و بنابراین مردم ایران هم هزینه این تصمیم اشتباه دولت آمریکا رو خواهند داد و یک برگ دیگری اضافه خواهد شد بر در واقع نامه بلند اقداماتی که دو طرف نسبت به هم انجام دادن در این 41 سال گذشته و بازگشت به میز دیپلماسی و راه کارهایی که برد هستن رو برای هر دو طرف مشکل تر خواهد.
راجع به IMF صحبت کردیم. برای اولین بار در نیم قرن اخیر ایران از IMF تقاضای وام کرده و ظاهرا یک موافقت هم انجام شده. آقای علوی، فکر میکنید که چقدر یک همچین وامی میتونه مشکلات ایران رو حل بکنه؟ همونطور که آقای واعظ اشاره کردن، میدونیم که این وام ها با شرایط بسیار سختی داده میشه، باید ایران نکته به نکته در پروپوزال یا اون در واقع تقاضایی که برای وام میداده مینوشته که این رو برای چی میخواد و بر روی اون هم کاملا نظارت میشه. این چیزی هست که من برداشتم بود. ممکن شما بیشتر توضیح بدید که این وام چقدر میتونه گره مشکلات ایران رو باز بکنه؟ خب بله، اگه مدیریت درست باشه و شفافیت باشه، که ما این دوتا اسامشه داده به اصطلاح درخواست خیلی سختی از این حکومت، فکر کنم بله میتونه قطعا کمک کنه. بالاخره 5 میلیارد دلار رقم کمی نیستش، ولی به احتمال زیاد ما میبینیم که این پول احتمالاً یه 5 میلیارد دلاری که اگر هم دولت ایران اختصاص داده بود واسه این کارو جابجا میکنه، ممکنه صرف چیزای دیگه بکنه که ما میبینیم حکومت رو چه چیزایی خرج میکنه. ولی سوال اینجاست که ببینید، من برگردم به باز به حرف دوستم آقای واعظ که دولت آمریکا اتفاقا من فکر کنم دولت آقای ترامپ بخوان خیلی حتی واسه افکار عمومی هم شده یه تفکیکی بکنن، بین فرقی بنازن بین حکومت ایران و مردم ایران. و به نظر من قطعا اگه کمکی بکنن که بتونن همونطور که قبلا عرض کردم وسعت بدن به اون معافیت ها و یه کمی شاید بگم اجازه های بیشتری بدن به این سازمان غیر انتفاعی و غیره، خیلی کمک میکنه که در واقع ثابت کنه که بله جنگ به اصطلاح آمریکا به اصطلاح اون جنگ بر علیه مردم ایران نیست، بلکه بر علیه حاکمیته و این چیزیست که کاملا در چارچوب فعلی سیاست این دولت میگنجه. آقای واعظ، کاش این کارو کرده بودن در عرض دو ماه گذشته و من موافقم بدون لغو یا تعلیق تحریم ها هم دولت آمریکا میتونست استثناءاتی قائل بشه برای اینکه لااقل این اتهام رو از خودش رفع بکنه، ولی نکرده به علت اینکه جزمندیش هست دولت آقای ترامپ. اجازه بدید فقط در مورد IMF بگم که دولت آقای بر اساس قانون در آمریکا به علت اینکه چیزی بگن، اجازه بدید در مورد صحبتتون بگم. بفرمایید. 7 فوریه موضوع معافیت ایجاد کردن واسه بانک مرکزی که بتونن واسه پرداخت‌های اجناس انسان دوستانه استفاده کنن از پول‌های بانک مرکزی. همین که من متوجه نیستم دقیقاً به چی دارین اشاره می‌کنید. اولا که این کافی نیست، برای اینکه همچنان در بسیاری از موارد در مورد بانک مرکزی هم همونطور که ایشون میدونند اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی همه اینها شامل لیستی که دولت ترامپ در نظر داره نیست و هنوز در بسیاری از موارد باید رفت و از اوفک اجازه گرفت. و اگه شما نگاه کنید به آماری که اوفک در چند مدت گذشته این اجازه ها رو صادر کرده، میبینید که به شدت کاهش پیدا کرده و نشون میده که واقعا دولت ترامپ در این زمینه کمکاری بسیار زیادی کرده. ولی من میخوام برگردم به موضوع IMF برای اینکه به نظرم مهم هست اینجا که این رو در نظر گرفت که چون وامی که دولت ایران تقاضا کرده، چون آقای علوی صحبت دارن راجع به این موضوع. آقای علوی بفرمایید. ببینید تقاضاها کم شده، در نتیجه خب اجازه ها هم کم شده، ولی بعد ببینید که یکی از نقطه های اینجاست که اولا در اوایل 2017 یه سری اجناس باز آزاد شد، دیگه کسی لازم نیست تقاضا بکنه واسه صادرات اون اجناس. و بگردیم باز به عملیات دو ماهه اخیر که ببینیم که آمریکا خودش هم به اصطلاح کمک هم کرده که در واقع عمران کرده که حاضر هست کمک بکنه، خود ایران رد کرده و در پاسخش رهبر دولت هم گفته که این ویروس یه ساخت آمریکاییه و به اصطلاح این رد کرده، همونجور که کمک پزشکان بدون مرز رد کردن. همین که به نظر نمیاد که نمیشد گفت که واقعا دولت آمریکا کاری نکرده به اون معنا، کاری کرده، ایران رد کرده. آقای واعظ جوابتون بشتم و در مورد IMF هم اینها دو موضوع متفاوت هستن. این که دولت آمریکا بیاد و در واقع بخواد به ایران یک کمکی بکنه، دولتی که امروز دولت ترامپ که امروز خودش به اندازه کافی دستگاه های تنفسی نداره، ماسک نداره، پرستارای آمریکا مجبورن کیسه سطل آشغال به تنشون بکنن به جای لباس های محافظتی مخصوص، اینها همه نشونه این هست که این واقعا بحث جدی نیست و بیشتر به علت مصارف سیاسی بوده. اون چیزی که مطرح هست در شرایط فعلی این هست که دولت‌ها با دست باز بتونن به مبارزه با کرونا بپردازن و همه ما میدونیم که قوانینی که آمریکا میگذرونه به قدری پیچیده هستن و حتی در مواردی استثناءاتی هم که قائل میشن به قدری دشوار هستن که نیاز هست به تخصص اشخاصی مثل آقای علوی که شرکت‌ها بتونن اینها رو متوجه بشن چه جوری هست. و به همین علت هم هست که
تقاضاهای اجازه ویژه که به اوپک میرفته کم شده، برای اینکه متوجه هستن شرکت ها که در این دولت واقعا انگیزه کافی برای اینکه بخواد درها رو باز بکنه و اجازه بده حتی در مواردی که مستثنا هستن از تحریم ها ایران دسترسی داشته باشه به بازارهای بین‌المللی وجود نداره. اما برگردیم به بحث IMF، این هم به نظرم مهم هست که متوجه شد که به چه صورت انجام خواهد گرفت. ببینید چون این یک وام اضطراری هست و بنابراین برخلاف وام های دیگه که بورد IMF به هیئت امنای IMF نیاز هست که 75% آرا رو داشته باشن برای اینکه بپذیرن، فقط به 51% آرا نیاز هست و با وجودی که آمریکا به احتمال قریب به یقین رأی منفی خواهد داد به این تقاضای ایران، اگر اروپایی ها حمایت بکنن ممکن هست که این وام IMF مورد تایید قرار بگیره و بنابراین من صحبتم این هست که اگر آمریکا نمیتونه جلوی این وام رو بگیره لااقل بیاد بر این موج سوار بشه و استفاده کنه ازش برای اینکه بتونه دیپلماسی رو به مسیر درست گذشته خودش برگردونه. بله. با همون شرایطی که خدمتتون عرض کردم. آقای علوی برای 30 ثانیه ممکنه جنبندی بفرمایید. به نظر من بودم مشکلایی که هران هستش خیلی ساختارهای وسیحی دارن و به اصطلاح با تغییرات کوچیک کوتاه مدت چیزی حل نمیشه. موضوع اینجاست که در واقع ایران در شرایطی نیستش که بتونه خیلی به اصطلاح پیشنهادهای کمک رو رد بکنه و ما ببینیم که الان قانون تا زمانی که هر چی قانون واسه مردم شفاف‌تر بشه خیلی موضوع خیلی روشن‌تر میشه. الان این قانون آقای بایز کاملا درست میگن، این قانون پیچیده‌ایه، ولی خب هر چی که مربوط به تجهیزات پزشکی و دارو است پیچیده است، حتی تمام مقرراتی که مربوط به برچسب میگه اون دارو میره پیچیده است دیگه، چه برسه قوانین تحریم. ولی این چیزی نیستش که شرکت‌های چند میلیارد دلاری نتونن حریفش بشن، قطعاً میتونن راهنمایی بگیرن و خیلی هزینه‌اش هم کمه، واقعا ناچیز به مقایسه اون سودی که اینا میتونن بکنن. در نتیجه میبینیم که به اصطلاح خود کردن رو تبدیل نیست به قول معروف. بعد ببینیم که دولت ایران خواستش چیه. ممنونم از شما فرهاد علوی، کارشناس حقوقی بانکی و مالی، و همینطور علی واعظ سلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران. ممنونم از هر دوی آقایون که در این بحث شرکت کردیم. اما همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، مشکلات اقتصادی ایجاد شده در پی همه‌گیری ویروس کرونا میتونه اثرات جدی و ادامه داری بر اقتصاد همه کشورها داشته باشه و ایران هم که پیش از این به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان بوده، به هر حال وضعیت بغرنجی داره. اجازه بدید در این باره با معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه براندیس از بوستون آمریکا صحبت بکنیم. آقای رضوی خیلی خوش اومدید به این برنامه. ممکن است شما اول به ما بگید که چه چشم‌اندازی برای اقتصاد جهانی وجود داره در پی بحران کرونا؟ میدونیم که بسیاری نگران هستند. با سلام به شما و بیننده‌های عزیز تو ایران و تبریک سال نو. سوال خیلی به جای هست و مخصوصا برای ایران خیلی مهمه که به هر حال اگه تا یک ماه پیش ایران احساس میکرد توی یک انزوا و یک بحران عمیق درگیر هست و سردرگمی و ترس و وحشت توی سطح چه سیاست گذاری و چه مردم بود، الان شاید یک التیامی باشه که به هر حال به طور نسبی این قضیه داره پخش میشه توی دنیا و مشخصا آمریکا. من تو برنامه قبل خاطرم هست که به شما میگفتم شاید من تو چندین هفته ناپدید بشم به دلیل اینکه حالا باید همین چونا رو با دولت امریکا بزنیم که متاسفانه شد آنچه که نباید میشد. یعنی آمریکا فرصت طلایی داشت که در گوشه غرب دنیا از تجربه این دومینوی یکی بعد از دیگری شرق دنیا درس بگیره که نگرفت و الان دارید میبینید که اینقدر که آمار بیماری و مرگ و میر توی آمریکا داره دنیا رو تکون میده، واقعا اصلا من فکر میکنم تا یک دو هفته دیگه اصلا اروپا با همه مشکلات شینا توی سایه قرار بگیره. از لحاظ اقتصادی با همین مسئله که فرمودید در مورد آمریکا، به هر حال آمریکا کشوری هست که اقتصادش روی بقیه دنیا تاثیر مستقیم داره. در سال 2008 دیدیم این تاثیر رو. چه چشم انداز میبینید برای اقتصاد جهان؟ میدونیم کشورهای اروپایی هم که درگیر کرونا هستن کشورهای در واقع فقیرتر اروپایی هستن. متاسفانه بله. ببینید آمریکا فکر کنم همه دنیا شاهد سقوط بازارهای مالیش بوده و این چیزی نیست که بشه از هیچ جا پنهانش کرد، بدون اینکه تمام دنیا داره توی آمریکا سرمایه گذاری میکنه. شما مثلا عربستان رو بگیرید، روسیه رو بگیرید، کشوری نیست که توی بازارهای مالی آمریکا سرمایه گذاری نکرده باشه.
و متاسفانه با اقتصاد آمریکا نسبت به بازارهای مالیش بسیار حساسه. ببین توی ایران اقتصاد کاری نداره که بورس داره چی کار میکنه یا نمیکنه. آمریکا اینطوری نیست. آمریکا تمام اقتصادش خصوصیه و به شدت وابسته است به مسئله بازار بورس. و به خاطر همین ترس و نگرانی که اینها داشتن، دو طرف، دو تا حزب دموکرات و جمهوری خواه در ظرف یک در واقع جدول زمانی بسیار استثنایی، ظرف 3-4 روز یک پکیج 2 به اضافه 4 تریلیون دلاری رو در واقع تصویب کردن. دنیا راجب 2 تریلیون دلارش میدونه، راجب 4 تریلیون دلارش کمتر میدونه. اقتصاد دونه هستن که دارن بهش نگاه میکنن که اتفاقا نظر ماها اون 4 تریلیون دلاری که دست بانک مرکزی آمریکاست بسیار بسیار مهمتره و شاید درس مهمی داشته باشه برای ایران. 2 تریلیون دلار که در واقع اومده خیلی شبیه به پکیجی که ایران داره سعی میکنه جلو ببره و برمیگرده به این که حمایت کنه از بخش بهداشت درمان، اعمال قرنطینه و رسیدگی به وضع بیمارستان ها و از اون طرف کمک های اجتماعی به مردم کم درآمد به مقدار خیلی خیلی زیاد. یعنی از اون 2 تریلیون دلار بیشتر این تیکش داره میاد برای کمک به اشخاصی که دارن شغلشون از دست میدن و هیچ چیزی دیگه هم ندارن. اینا داره پرداخت مستقیم به صورت واریز به حساب بانکیشون به علاوه گسترش دادن بیمه های بیکاری که توی آمریکا کلا خیلی ضعیف بودن نسبت به اروپا و هستن. این اتفاقی که الان داره میفته چیزایش رو که اخبار مردم میبینن ایناست. منتها مهمتر از اون یک بخش دیگه از این وام اون 4 تریلیون دلاری هست که بانک مرکزی باید برای تأمین و تضمین ثبات بازار کردیت و بازار در واقع سرمایه داشته باشه. آمریکا سیستمش یه طوریه که شهرداری های شهرها و کمپانی ها و هر نهادی توی آمریکا برای خودش استقلال مالی برای چاپ اوراق قرضه داره و این اوراق قرضه تو شرایط بسیار بدی هستن از لحاظ کردیت. اینا کیفیت های پایینی دارن و در خطر هستن. بنابراین اقتصاد لرزان آمریکا شرایط خیلی بدی داره. بله. اصطلاحی که به کار می‌برن میگن من می‌خوام قطع می‌کنم صحبتتون، ولی من می‌خوام اینو یه مقدار بیشتر ببریم روی بحثی که به ایران مربوط باشه. ایران به هر حال اقتصادی داره که به نوعی جدا افتاده از اقتصاد جهان هست به دلیل تحریم‌ها، به دلیل شرایط اقتصادی که خودش داره. آیا میشه گفت که این به نفع ایران به نوعی می‌تونه تمام بشه که اقتصادش جدا از بقیه جهان بوده در این سال‌ها، یا نه اتفاقا ممکن هست که بیشتر تاثیر بذاره و وضعیت ایران رو بغرنج‌تر بکنه؟ و اقتصادهای ایزوله مثل ایران کلشون ممکن که از مسئله آمریکا متاثر بشن ولی بی تاثیر نخواهند بود. اولین شوکی که به اقتصاد ایران وارد خواهد شد چه بدون حل مسئله دیپلماسیش با دنیا مسئله قیمت نفته. شما بودجه رو به مجلس دادید و در غیاب مجلس تصویب کردید که نفت بشکه 50 دلار توش گذاشتید. ده. و این عدد بیشتر از 2.5 برابر عدد همین امروزی که تا حالا یه ذره مثلا بهبودم پیدا کرده. بنابراین شما از طرف مسئله خود سازمان اوپک، یعنی ممکنه که این در واقع رقابت‌های داخلی عربستان به عنوان بزرگترین عضو و امریکا و روسیه، این مثلثی که دارن سعی می‌کنن همدیگر از پا در بیارن، به فروپاشی اوپک انجامه و این ایران رو تو موضعیت خیلی بدی میذاره. از اون طرف ایران شاید فکر کنه که خیلی خب بر اساس صادرات پتروشیمی شاید بتونه درآمدی داشته باشه، که میدونیم که چین اگر که نخواد به اندازه و نمیتونه به اندازه که در سابق در واقع مواد پتروشیمی استفاده میکرده برای تولید و صادرات اجناس به دنیا، میتونه بازار رو اشباع بکنه. خود عربستان روی پتروشیمی سرمایه گذاری زیادی کرده، ولی ایران نمیتونه فکر کنه که توی یک گوشه امنی نشسته و هیچ اتفاقی براش نخواهد. متاسفانه وقت ما کم هست. اگه بخواید در یه دقیقه جمع‌بندی بکنید که ایران در این مرحله چه میتونه بکنه که بتونه در ماهای آینده اقتصاد خودش رو نجات بده، چه باید بکنه؟ ببینید کوتاه مدت ایران راه داره. ایران میتونه بالاخره وامش هر جوری که میتونه از IMF بگیره، منابع داخلی داره، میتونه اوراق قرضه بفروشه. بانک مرکزی هنوز توانایی و اعتبار اینو داره که بتونه اوراق قرضه بفروشه و از طبقه پردرآمد ایران پول جمع بکنه. خب نگرانی من امسال من دید بلند مدت. ببینید اقتصاد کرونا به این صورته که شما کنترل رو دارید، بعد تسکین رو دارید، بعد ریکاوری رو دارید، بازسازی رو دارید. من احساس میکنم که مشکل ایران تو گذشتن از فاز 1 و 2 نیست، تو فاز 3 بازسازیه که ایران اگر از همین الان شروع نکنه مسائل اقتصادیش و سیاسی و دیپلماسیش رو با دنیا حل بکنه، توی بازسازی اقتصاد ایران پول کم خواهد آورد. و نگرانی اینه که ایران توی خاورمیانه بحران زده تبدیل به یک فیل استیت بشه.
این در واقع کابوس ما هاست که اگه ایران بتونه واقعا تو فرصتی که هست یک مقداری به جای ایجاد تنش بره به سمت باز کردن گشایش های دیپلماسی، این بهترین راهی که ایران خواهد داشت. امروز و فردا رو رد میکنه. من نگرانیم پس فردا و سال آینده است که این اقتصاد در رکود و نحیف شده ممکنه که واقعا به نقاط بحرانی برسه. ممنونم از شما معاون رضوی از دانشگاه برندایس. اما بحث عمده این هست که آیا ایران تا کنون تونسته کمک‌های بهداشتی و پزشکی لازم رو دریافت بکنه؟ ما علاقه من بودیم که این بحث رو در آغاز برنامه داشته باشیم با آقای دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی آموزش. متاسفانه به دلایل تکنیکال مصاحبه دیر وقت شد. آقای دکتر علایی، شما لحظه به لحظه خبرهای رسیدن کمک‌ها به ایران رو دنبال می‌کنید. بحث این هست که بسیاری نگران هستن تحریم‌ها جلوی این کمک‌ها رو گرفته باشه. الان بحث چطور هست؟ ایران می‌تونه کمک‌ها رو دریافت بکنه یا نه؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم و تشکر از اینکه من در برنامه خودتون دارید. ببینید، کمک ها داره میره، قبل از اینم میرفت به ایران از طریق بنیادهای خیریه خارج از کشور و از طریق خریدهایی که خود دولت از طرف سازمان هلال احمر یا وزارت بهداشت انجام میده. منتها خب بسته به نوع شرکت و کشوری که اون محصولات رو تولید میکنه این یک کمی کم و زیاد شده. یعنی ما میدیدیم مثلا شاید دو سال پیش سوئیس کمتر به ایران دارو میفروخت ولی حاضر داره میفروشه، یا اینکه کمکایی که حتی از آمریکای شمالی، آمریکا یا کانادا توسط خیرین هم داره میره انجام داره میشه و خریدها چه به صورت متمرکز و غیر متمرکز انجام میشه. پس این نگرانی که صحبتش هست از کجاست؟ ببینید، نگرانی دو تا موضوعه. یکی این که نسبت به بیماری کووید 19 که یک بیماری نوپدید هست، یک سری تجهیزات در کل دنیا کمه. این فقط ایران نیست، در نیویورکی که منم هستم فرماندار نیویورک اعلام کرد که ما ونتیلاتور کم داریم و رئیس جمهور مکلف کرد شرکت‌های ماشین سازی رو که ونتیلاتور بسازه. پس یک کمبود جهانی داریم. در ایران موضوع از یک جای دیگه هم مشکل داره، اونم مدیریت نابجا، مدیریت غلط و دیر. یعنی اینکه در زمان لازم باید اونها آمادگی کامل داشتن که از منابعی که موجود بود در روزهای اولی که چین اعلام کرد که ما کرونا رو داریم و این داره گسترش پیدا میکنه، ایران باید اون موقع میفهمید که چه منابعی رو در خود ایران داره، چه منابعی رو سفارش داده و چطور مدیریت کنه که کمبود نداشته باشیم. حالا الان که در این موقعیت هستیم و ایران میدونیم که مثلا یک تعدادی کیت از چین وارد کرده، خودش داره کیت میسازه، آیا میتونه مثلا در بخش کیت کرونا مشکلش رو حل بکنه؟ من میخوام اینو در سه دسته تقسیم کنم: پیشگیری از بیماری کووید و لوازمی که نیاز هست، تشخیص کووید 19 و لوازمی که داریم، و بعد درمانش. ببینید، برای پیشگیری نیاز به یک وسایل اولیه هست، مثل همین ماسکا، دستکش ها، روپوش ها، که شاید خیلی هاش در ایران هم تولید میشه، خیلی هاش وارد میشه و این موضوعی بود که اول پیش آمد و میبینیم که افراد پزشک و پرستاری که مبتلا بودن خب خیلی گرفتار شدن به خاطر این کمبودها، ولی حالا به نظر میرسه که اون مشکل داره حل میشه و مدیریت داره میشه. قسمت دوم تشخیص. ببینید، یک بیماری نوپدیده، راه‌های تشخیص بیماری کووید از دو تا سیستم پیروی می‌کنه. یکی این که تشخیص زنجیره پلیمرازی ویروس که نوع دستگاه و نوع پروسه کاریش رو به عنوان PCR می‌شناسیم، که این کیت‌هایی که وجود داره خارجیه و چند شرکت انحصاری اینا رو تولید می‌کنن و ایران نیاز داره اینا رو از وارد کنه از کشور خارج. دوم اینه که تشخیص از طریق پاسخ ایمنی بدن به ویروسه، که این پاسخ ایمنی بدن به ویروس میتونه از خون کامل باشه و توسط کیت‌های سری، کیت‌های آجلوی یا رپید تست. پس دو نوع تکنیک تشخیصی داریم. فرق اینه که در نوع اول که PCR هست، چون زنجیره پلیمرازی ویروس رو میسنجه، زودتر میتونه تشخیص بشه فرد، و وقتی که زودتر تشخیص میشه امکان این که برن در بخش‌هایی که نیاز مراقبت‌های ویژه دارن زودتر بستری بشن و فوت کمتر کنه. بله. کیت هایی که پاسخ ایمنی رو میسنجن دیرتر تشخیص میشن، بیشتر برای همه‌گیری شناسی یا غربالگری استفاده میشن. حالا موضوعی که در ایران هست اینه که ایران الان مشخص نیست که کدام کیت ها رو
با چه مقدار و با چه کیفیتی وارد میکنه. ما دیدیم که چین وقتی که گفت که من کیتای سریر به وجود آوردم و پخش کرد در اروپا، خیلی از کشورهای اروپایی برگرداندن این کیتا را. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه کیتای تشخیص سریع تشخیصی نیستن، اسکرینینگن، حساسیت بالایی باید داشته باشن، یعنی حساسیتش باید بالای 97% باشه، در صورتی که در اروپا گفتن حساسیت کیتای چینی حدود 40%. خیلی متشکرم آقای دکتر. من عذرخواهی میکنم، متاسفانه وقت ما در این برنامه محدود هست و به پایان میرسه. حتما ما در برنامه های دیگه در خدمت شما خواهیم بود برای جزئیات بیشتری در باره این مسائل. و ممنونم از شما که با برنامه صفحه 2 همراه بودید. برنامه سه شنبه ما ساعت 9 شب تهران و کابل خواهد بود، اون رو هم تماشا بکنید. برنامه رو میتونید روی یوتیوب هم مجدد ببینید. شب روز نخوش. سپاس.